مطمئنم تا حالا نمیدونستید چقدر از اطلاعاتی که درباره عصر یخبندان به ما گفتن اشتباهه. وقتی صحبت از عصر یخبندان میشه، معمولا تصویری که توی ذهن همه ما میاد انیمیشن هایی هستن که توی یک صحنه منجمد سرگردونن و حیواناتی مثل ماموت های پشمالو و خرس های عظیم الجثه توسط انسان های نخستینی که پوست حیوان پوشیدن با اون نیزه های ساده و ابتدایی دارن شکار میشن. اما این افسانه های عصر یخبندان چندان هم درست نیست. بریم چند تا از مواردی که به اشتباه توی ذهن ما جا انداختن رو با هم ببینیم. تفکر اشتباه اول، تنها یک عصر یخبندان وجود داشت. مردم طوری درباره عصر یخبندان صحبت میکنن که انگار فقط یک بار این اتفاق افتاده، اما در اصل 5 عصر یخبندان تاکنون رخ داده. قدیمی‌ترین عصر یخبندان متعلق به 2 میلیارد سال قبله که چیزی حدود 300 سال هم طول کشیده. آخرین عصر یخبندان هم 2.6 میلیون سال قبل شروع شد و حدوداً 20,000 سال قبل به سردترین دمای خودش رسید. داده‌های علمی نشون میدن که اقلیم زمین در طی 20,000 سال اخیر به طور چشمگیر گرمتر شده. اما شاید بشه گفت هنوز هم تحت تأثیر آخرین دوره عصر یخبندان قرار داریم. تفکر اشتباه دوم، یخ سراسر زمین رو پوشونده بود. برخی از دانشمندان به جهان اون دوره های یخبندان زمین گلوله برفی میگن. با توجه به این تعریف پس حداقل در یکی از عصرهای یخبندان در تاریخ این سیاره باید به معنای واقعی کلمه دچار سرمای استخوان‌سوز شده باشه. اما وضعیت دقیقاً همین شکلی نبوده. بر اساس پژوهشی در سال 2023 در حدود 654 تا 635 میلیون سال پیش تعداد زیادی موجود زنده وابسته به اکسیژن در منطقه وسیعی نزدیک به استوا رشد کردند. اگه کل سیاره زمین پوشیده از یخ بود، در زیر اقیانوس‌های پوشیده از یخ اکسیژن کافی برای رشد این موجودات وجود نداشت و بسیاری از این گونه های وابسته به اکسیژن نمیتونستن رشد کنن. پس این هم یک تفکر اشتباهه. اشتباه سوم، تمام جانوران به یک بار منقرض شدن. در عصر یخبندان کل زمین با یک تکه یخ پوشانده نشده بود و همیشه هم یخبندان مطلق نبود. شواهد نشون دهنده ذوب یخچال ها و انجماد دوباره اونها هستند. بنابراین همیشه محیط‌هایی برای رشد و زندگی موجودات زنده حتی تو اون دوران سرما وجود داشته. علاوه بر اون حتی در محیط‌های یخبندون هم جانوران بزرگی مثل ماموت‌های پشمالو، خرس‌های پوزه کوتاه و گاومیش‌های کوهاندار توانایی زنده موندن رو داشتن. دوست دارید بدونی که اگه عصر یخبندان رخ نمی‌داد الان زندگی انسان توی این سیاره چه شکلی بود؟ پس پارت آخر این ویدیو رو حتما تماشا کنید. حالا بریم سراغ تفکر اشتباه چهارم. هیچکس در عصر یخبندان مهاجرت نمی‌کرد. امروز هوای سرد باعث میشه انسان‌ها بیشتر داخل خونه بمونن. با این حال افرادی که در عصر یخ زندگی می‌کردن نمی‌تونستن توی یک جا بمونن. آخرین عصر یخبندان حتی مهاجرت رو برای گونه انسان خردمند آسان‌تر هم کرده بود. دلیلش هم این بود که یخچال‌های طبیعی باعث پایین رفتن آب دریاها و ایجاد پل‌های زمینی بین مناطق دوردست شده بودند. و احتمالاً یکی از همین پل‌های زمینی بود که به انسان این امکان را داد که از سیبری کنونی به آمریکای شمالی مهاجرت کنه. اما هنوز هم به طور دقیق مشخص نیست که انسان با پای پیاده به آمریکای شمالی رسید یا در امتداد سواحل قایقرانی کرده و یا حتی دل به دریاهای آزاد زده و خودش را به آمریکای شمالی رسونده. و اما تفکر نادرست پنجم، فرهنگ انسان‌ها در عصر پیشرفته نداشت. برخلاف چیزی که توی فیلم‌ها و برنامه‌های کودک می‌بینیم، انسان عصر یخبندان اونقدرها هم احمق و بیرحم و چماق به دست نبودن. انسان‌های عصر یخ معبد و آیین و مذهب داشتن. برای مثال در حفاری‌های در منطقه‌ای از ترکیه کنونی، تعداد زیادی اشیاء آیینی و معبد ستون پیدا شده که قدمت اونها را 12,000 سال تخمین زدند. مردم اون زمان حتی در اشکال هنری مثل نقاشی غار هم مهارت داشتند. و حالا به نظرتون اگه عصر یخبندان رخ نمیداد چه اتفاقی برای انسان روی زمین میافتاد؟ اول از همه این که شکل کره زمین و قاره ها به صورتی که امروز میبینیم نبود. آخرین عصر یخبندان نقش مهمی توی تکامل ما انسان ها داشته
از طرفی اگر عصر یخبه به وجود اومدن اون پل‌های زمینی نبود، شاید مهاجرت‌های اولیه انسان‌ها هم صورت نمی‌گرفت و انسان‌ها به آمریکای شمالی مهاجرت نمی‌کردند. این یخبندان‌ها باعث شد انسان برای حفظ بقای خودش پیشرفت‌های زیادی بکنه. از جمله پوشیدن لباس برای گرم شدن، استفاده از غذاهایی که انرژی بیشتری براش داشت، ساخت پناهگاه برای نجات از سرما و ساخت ابزار شکار حیوانات. اگه سرمای عصر یخ نبود، شاید الان دمای کره زمین بسیار بالاتر از حالت کنونی خودش بود و مناطق قطبی رو نداشتیم. مسلما سطح آب دریاها هم بالاتر از امروز بود. در نتیجه شهرهای ساحلی کنونی وجود خارجی نداشتند. از طرفی شاید هم اگه عصر یخبندان و محدودیت‌های اون دوره وجود نداشت، این انسان خردمند خیلی سریع‌تر رشد و پیشرفت می‌کرد و امروزه تمدن‌های بسیار پیشرفته‌تری رو داشتیم. به نظر شما آیا عصر یخبندان ششمی هم در انتظار بشره و در این صورت زندگی همون به چه شکلی در میاد؟ چه بلایی قرار سر ما بیاد؟ اگه نظری دارید خوشحال میشم توی کامنت ها برامون بنویسید.